آیا پس اگر من حالا بخوام سادش کنم و برم به یه سوال بعدی، پس اصول رو شما واحد میدونین در جمعی این مکاتب مذهبی و ادیان که ما داشتیم؟ بله. و تفاوت ها رو در ضرورت های اجتماعی میبینید که این احکام دوز اند دونز، اوامر و نواهی رو میاره، درست میگم یا خیر؟ من دارم ازش صحبت میکنم. ببینین، یک وقتی که از یک عنصر وحدت آمیز صحبت میکنیم که دین معمولا کارکردش این هست که بتونه عنصر وحدت رو در جامعه یادآوری بکنه، و بدون عنصر وحدت در واقع اون امکان اخلاقی در جامعه به هر حال فراهم نمیشه. ما زمانی میتونیم با هم یک رابطه اخلاقی رو برقرار بکنیم که بدونیم که منافع من در گرو منافع دیگری است. این مسئله خیلی کلیدی است که دین از طریق برای اینکه بتونه یک مناسبات اخلاقی رو در جامعه امکان پذیر بکنه، اون چیزی که در بنیاد دین عمل میکنه و در اون راستا حرکت میکنه اینه که بتونه این حس به اصطلاح وحدت رو، حس اینکه ما یک پیکره واحد هستیم رو در انسان ها بر بیانگیزه. که عنصر دیونیزوسی در دین اهمیت پیدا میکنه. در واقع دین وقتی که از اون ویژگی دیونیزوسی خودش رو از دست میده، یعنی عنصری که به ما به یاد ما میاره که ما یک پیکره واحد هستیم، و میاد و برعکس اون یک ویژگی آپولونی پیدا میکنه، یعنی میاد دست میذاره روی این که نه، ما متفاوت هستیم، متفاوت به معنای تبعیض آمیز اون، یعنی اینکه من مسیحی هستم. در واقع از دین یک راسیسم درست میکنن، یعنی یک مسیحی که بودایی رو نمیتونه قبول بکنه، یک بودایی که نمیتونه بهایی رو قبول بکنه، یک بهایی که نمیتونه مسلمون رو قبول بکنه، یک مسلمون که نمیتونه بقیه ادیان رو فلش میدونه، به اصطلاح کاذب میدونه، دروغین میدونه. و معضل اصلی اینجاست که تا زمانی که ما دوچار این بیماری نشده باشیم که دیگری رو، دیگری متفاوت با خودمون رو انکار بکنیم، خب مسئله درست حرکت میکنه. ولی برای اینکه درست حرکت بکنه و برای اینکه ما دیانت رو تبدیل به اون چیزی نکنیم که ضد خودش هست، تبدیل به یک تشریفات و به یک یا یک نظام ملیتاریستی نکنیم، به یک نظام تروریستی تبدیلش نکنیم، به یک حکومت تروریستی تبدیلش نکنیم، این ضرورت داره که دیگری رو در مقام دیگری رو در قالب یک دین متفاوت، یک متدین متفاوت، یک شکل متفاوت، یک فرهنگ متفاوت، یک روش زیستی متفاوت تایید بکنه. بله. اگر این تایید رو نتونه که انجام بده، در ذات خودش، در هستی خودش دچار یک جور نژاد پرستی دینی هست، دچار همون تعصبی هست که شما ازش صحبت کردین. بله. اما برای اینکه دچار جزمیت و تعصب نشه باید چه کار بکنه؟ باید دو تا مسئله رو طرح میکنم که چگونه میتونه یک دین دچار، یعنی از چه طریقی. یکی این که به هر حال بحث عنصر دیونیزوسی دین هست. عنصر دیونیزوسی یعنی این که بتونه مدام این شور و این هیجان و این حس و حال همبستگی رو و وحدت رو در بین انسان ها در از طریق‌های مختلفی که به ویژه یکی از اون طریق‌ها موسیقی هست و خلق آثار هنری و القاء حس شورانگیز و
حس برادری، حس خواهری، حس و هم پیوستگی هست که این رو باید به وجود بیاره. دیگری این که فعال بکنه کارکرد دین رو، کارکرد ببخشین کارکرد عقل رو در کنار دین. دین بدون عقل، همونطور که کانت مطرح میکنه در کتاب دین در محدوده عقل محض، میگه که دین همانا اصالت عقل است. در واقع بدون عقل دین رو باید به کل چیکار کرد؟ کنار گذاشت. این حرف رو عبدالبها هم میزنه، میگه دین، در اونجوری که من یادم میاد در یکی از سخنرانیهاش، نوتهاش در پاریس این رو میگه، میگه دین بدون علم و عقل هیچ ارزش و اعتباری نداره. بله. این همسویی فکر کانت و عبدالبها برای من بسیار جذاب بود و قابل توجه بود که هر دو اینها مطرح میکنن که دین برای زندگی کردن است. یعنی شما نگاه بکنید، اگر دینی که دینداری که شما دارین انجام میدین علیه زندگی است، دنبال کشتن است، دنبال حذف کردن است، دنبال ممنوع کردن است، دنبال دزدیدن و ربودن حقوق انسان هاست، خب شما باید به این دینداری شک بکنین و مطمئن باشین که این هیچ ربطی به دینداری نیست، بلکه این یک دینداری کجدیسه شده است، یک دینداری منحرف است. بله. که هیچ ارتباطی با در واقع ایمان مذهبی و با یک مثلا اون قایت و اون فونکسیون دین در جامعه انسانی نداره. بله. چرا؟ برای اینکه دین برای زندگی کردن است، نه زندگی برای دین داشتن. ما نیومدیم اینجا که در واقع دینداری بکنیم، اومدیم زندگی بکنیم و دین در راستای این زندگی کردن آمده که به ما کمک بکنه که بهتر زندگی بکنیم، انسانی تر زندگی بکنیم، اخلاقی تر زندگی بکنیم و قرار است که پاسخگوی نیازمندی های زمانه ما باشد. بله.